شبات شالوم و مبارخ. به امید خدا کلاسی داشته باشیم از آموزه های مقدس، عمیق، نورانی مقدس مقدسین ورخیم اکادوش ربنو خیم بن مشه بن اتر زخوتو یاگن علینو و علیخم و الکل اسرائیل. رسیدیم پرشد و ایگش فصل 46 آیات دوم و چهارم. در ادامه این که یعقوب بشارت داده شد به او که یوسف زنده است و در مصر عزیز مصر، بعد یعقوب هم به طرف مصر رفت و خداوند به او آشکار شد. تو آیه دوم تورای مقدس می فرماید و یومر الهیم لیسرائیل به مرعوت هلیلا، خداوند در رویای شب به اسرائیل گفت و یومر یعقوب یعقوب، گفت یعقوب یعقوب و یومر هیننی، گفت لبیک یعنی حاضرم بفرما. حقیقتا اینی که تو آیه میگه که خداوند در رویای شب به یعقوب آشکار شد و با او صحبت کرد، در مقایسه با ابراهام و اسحاق نادره، برای اینکه ما نمیبینیم در مورد اونها بگه در شب، و این دفعه اولی هم نیست که خدا در شب، در رویای شب به یعقوب آشکار میشه. موقعی هم که از دست عصاو فرار کرد از پیش مادر و پدرش و سرزمین مقدس داشت خارج میشد، اونجا هم در رویای شب خدا بهش آشکار شد. چرا؟ مشه خخمام این سوال را مطرح میکنه و جوابی که میده بسیار بسیار جواب عمیقیه و میگه که هر دوبار یعقوب داشت از سرزمین مقدس خارج میشد. یه بار که داشت میرفت پیش لاوان، این دفعه هم که داره میره مصر. بعد یعقوب بگید نگید سمبل ماه، که در آینده خدا میخواد بگه که تو و نسلهای تو باید برید توی تاریکی قربت گالوت، از سرزمین مقدس باید خارج بشین. و خدا داره به یعقوب بشارت میده که یعقوب دل قرار دار، با اینی که داری میری توی شب، با اینی که داری میری توی گالوت و غربت تلخ و تاریک، شخینا نور جلال خدا با توه و با نسلهای تو خواهد بود حتی در گالوت. و بارها تو کلاس‌های مختلف توضیح دادیم که این که شخینا همراه ماه و همراه همه مؤمنینه، این آشکار و عیانه، مخصوصا در مورد ما که توی این غربت تلخ میون این همه دشمن که هر یک کدوم از ما میتونه میلیون‌ها دشمن داشته باشه، برای هر نفر چند میلیون دشمن، اینی که هزاران ساله که در میون این دشمنها، حالا تو کشورهای اسلامی و اینا که اینطوری نیست، اونا مثل برادران ما هم، مثل ایران و این جاها، ولی معمولا جای دیگه برای هر شخصی چند میلیون دشمنه،
و اینی که اصلا ما هستیم این بزرگترین معجزات خداه، از معجزه مصر و خروج از مصر و شکافتن دریا و ده ضربت و همه اینا این عظیمتره. چرا همچین چیزی هست؟ برای اینکه شخینا با ماه توی غربت، محافظ ماه. و بجز اون، اینی که سالیان ساله که با همه این بدبختی ها و دربدری ها و مصائب هنوز ایمان ما به خدا سر جاش هست، حتی کسی که زیاد نسوادی داره از نظر دینی و نه زیاد با دین و مذهب ممکنه رابطه داشته باشه، ولی اون حداقل ایمان قلبی و اون خداشناسی درش هست و اینم از نور شخیناه، اینم معجزات خدای. بعد حالا برمیگردیم پیش یعقوب. خدا به یعقوب گفت تو کسی که خواهی رفت توی غربت و تو تاریکی غربت و اینها، ولی بدون که همونطوری که تو آیه چهارم میگه آنوخی ارد ایمخا میسرایما، من با تو خواهم اومد در مصر، شخینای من، نور ایمان من، نور محافظ تو و نسلهای تو. و اینه که مش خخما میگه که پدران مقدس ما ابراهام، اسحاق و یعقوب هر کدوم یکی از تفیلاهای روزانه را ابدا کردن. ابراهام شحریت، تفیلای صبح، اسحاق منحا، تفیلای بعد از ظهر، یعقوب آوینو تفیلای عربیت که تفیلای شبه، تفیلای گالوته که تشبیه شده به شب. و اینها مطابق قربانی هایی که موقع بیت المقدس و مشکان تقدیم می شده. حداقل قربانی این بوده که صبح یه قربانی جماعتی تامید چل شهر به تامید چل بن هرباییم و یکی هم بعد از ظهر تقدیم میکردن. بعد اینی که مار صبح جایگزینش یا مساوی اون شحریت اون بعد از ظهریه مینهای عربیت چیه؟ عربیت اینه که معمولاً خوبه که همه این قسمت‌های قربانیایی که مثلا همین قربانی بعد از ظهر آوردن روی قربانگاه سوخته بشه، ولی اگه نشد باید در روز ذبح بشه و خونش ریخته بشه، اون باید در روز باشه، جزی از قانون قربانیه. ولی اینه که اعضای بدن این قربانی سوخته بشه بر قربانگاه، اگه در بعد از ظهر نشد یعنی در روز نشد، میشه شبم اونا تقدیم کرد، یعنی سوزاند روی قربانگاه. تفیلای عربیت مطابق همین اینه، یعنی قسمت هایی که اگه در عرض روز نشد که روی قربانگاه سوخته بشه، شب میشه این کار را کرد. حالا گوش بدید مش خخما چه چیز عمیقی میگه. میگه که حقیقتا توی متون میدراشی ما اومده که شخینا در خارج از سرزمین مقدس بر کسی ظاهر نمیشه مگه اینکه قبلا برش در سرزمین مقدس ظاهر شده باشه، آشکار شده باشه. و مدرک و شاهد بر این اصل یخسکل اناوی، یخسکل برای اینکه تو سرزمین مقدس نبوت بهش الهام شد که خودش همون آشکاریت نور جلال شخیناه،
وقتی هم که از سرزمین مقدس رفت، خارج از سرزمین مقدس هم توانست نبوت داشته باشه، ولی اگه تو سرزمین مقدس شخینا بهش آشکار نمیشد، تو خارج از سرزمین مقدس نمیتونست نبوت داشته باشه، شخینا بهش آشکار نمیشد. به همین خاطر مشه خخما میگه که یعقوب آوینو که مطابق تفیلای ارویته، اصل قربانی باید در عرض روز ذبح بشه، خونش هم ریخته بشه. درسته اگه نشد که اعضای بدنش سوخته بشه، شب میشه این کارا کرد، برای اینکه شب مثال چیه؟ گالوته. روز مثال سرزمین مقدسه. و همین خاطره که تفیلای ارویت که مطابق یعقوب این حالت ها داره که یعقوب به خاطر اینکه تو سرزمین مقدس با شخینا در ارتباط بود و وصل بود و فنا بود و ذوب در شخینا بود، وقتی که رفت مصر رو رفت پیش لابانم، شخینا باش اومد. تفیلای ارویتش هم همین حالت داره که اگه در روز این رابطه شروع بشه، قربانی که از واژه نزدیک شدن کیروف، یعنی وقتی که در جایگاه مقدسی مثل سرزمین مقدس خودش را نزدیک بکنه، شبم که بشه میتونه اون قربانی را ادامه بده. بعد مش خخما میگه که نسل های یعقوب، حالا ما چیکار کنیم؟ ممکنه بپرسیم که خب اکثریت که شخینایی نداشتن در سرزمین مقدس، توی گالوت و غربت چی؟ اونا چی؟ اوضاعشون چجوریه؟ میگه که اگه فرزندان یعقوب در همه دوران توی غربت بچسبن به تورا، به نور تورا، برن در راه پدران و قدما، اونایی که شخینا را دیدند، اونایی که طعم قدوسیت سرزمین مقدس و به تمیق داشت را چشیدن، انبیای ما، عالمان ما، بزرگان تلمود ما، امرائیم ما، خیلی هاشون. وقتی که آدم به نور تورا بچسبه و در راه قدما بره، طبق رسم و رسوم اونها رفتار بکنه، نجابتش، محجوبیتش، لباس پوشیدنش، حرف زدنش، منشش، رفتارش، انجام اوامر خدا مثل اونا، اینم به اونا وصله. اونا شخینا را دیدن، چشیدن، طعم سرزمین مقدس هم چشیدن، به تعمیق داشت را هم دیدن. ما که ندیدیم، اگه به اونا وصل باشیم، شخینا بر ما هم آشکار میشه، نورش محافظ ما میشه، نور ایمانش قلب و ذهن ما را پر میکنه. اگه نه، اگه که بگه که من کاری به قدما و اینا ندارم، ممکنه با تورا و اوامرش هم رابطه داشته باشم، ولی اونجوری که خودم میخوام و رسم و رسوم از من در آوردی، لباس پوشیدن، رفتار، اسمی که رو آدم میذارن، رسم و رسوم، اون موقع مثل کسیه که، مگه نگفتیم که توی متون میدراشی ما میگه کسی که در سرزمین مقدس شخینا بهش آشکار شد، در غربت هم آشکار میشه.
اگه نشد نمیشه. بعد تا آخر دوران هر کسی که خودشا وصل کنه به اون بزرگان که به شخینا و نور شخینا نزدیک بودن و شخینا به اونها آشکار بود و اونها هم ذوب در شخینا بودن، بعد این آدمم میشه جزی از اونا، شخینا به این آدمم آشکار میشه، برای اینکه دنباله همون اوناه. ولی اگه رابطه خودش را در رسم و رسوم و در منش و در پوشش و اینها عوض بکنه، بعد خب این هیچ ربطی نداره به اون دوران، شخینا هم با این کاری نداره. به همین خاطره که تو دوران این قربت هر موقعی که یک جماعتی شروع کردن که بگن که میخوایم مثل دیگران و غیر باشیم، خدای نکرده میبینیم که مصائب پیش اومده. برای اینکه گفتم اینی که ما هر لحظه توی این قربت زنده هستیم بزرگترین معجزات الهیه که نبوده مثلش و نخواهد بود، و این معجزه شخیناه که دوروبر ما داره میپلکه. هرچی ارتباط با قدما بیشتر و قویتر، نور شخینا شدیدتر و آشکارتر. فرقم نمی کنه چه زنی هست چه مردی هست، باید ببینه که آیا پوششش، نجابتش مثل راخل، لیا، سارا، ریفکا یا زنان مقدس و مطهره دوران ما هست یا نیست. چند هفته پیش گفتم ساله دختری بود 16 ساله 17 ساله که سالیان سال قبل توی مراکش به شهادت میرسوننش و قبل اینکه میخواستم بکشنش میگه لباسای منا، دامن منا با سنجاق به پوست بدنم بزنید که یه موقع خدای نکرده وقتی دارم جون میکنم نامحرم جایی از بدن منو نبینه. آیا ما پوششمون ربطی به اونا داره؟ نجابت در رفتار یا هر رسم و رسوم مقدسی که اینها داشتن، تا موقعی که حداقل شبیه به اوناه ما هم وصلیم به اونا، اونا هم وصل بودن به شخینا، ما هم وصل میشیم به شخینا. ولی اگه آدم ارتباطش را قطع بکنه در عمل، در رفتار، در رسوم، در پوشش، اون موقع همون مصداق اون چیزیه که میدراش میگه کسی که قدوسیت سرزمین مقدسا ندیده توی قربت شخینا برش آشکار نیست. حقیقتا اینی که تو آیه میگه که خداوند در شب، در رویای شب به یعقوب آبینو آشکار شد، تو کتاب لکخ ولیبو از خخمت تورا رب شلومو کلوگر یه چیزی میاره از عجایب تورا. میگه که همونطور که اول بحث گفتیم اون موقعی که یعقوب هم داشت از سرزمین مقدس میرفت فرار میکرد از پیش برادرش که بره پیش لاوان، داشت میرفت تو غربت، اونجا هم تو شب، رویای شب خدا بهش آشکار شد. اونجا تو میدراش نوشته که خداوند گفت که این چراغا رو خاموش کنید
برای اینکه من میخوام با دوست و معشوق خودم تو خلوت صحبت بکنم. انگاری که خدا گفت که شب بشه برای اینکه یعقوب که من عاشقشم میخوام تو خلوت باش صحبت بکنم. بعد رب شلوم کلوگر میگه که یعنی چی؟ برای اینکه میگه که اونجا خدا میخواست بشارتهای عظیمی به یعقوب بده که نسل تو زیاد میکنم و سرزمین مقدس رو بهت میدم و این کارو میکنم و اون کارو میکنم. بعد میخواست که یواشکی بگه برای اینکه ملائکه که بعضی موقعا میتونن شاکی بشن، مدعی بشن که چرا میخوای مثلا این چیزا به این بدی؟ آیا 100% لایقه یا نسلاش لایقن؟ و خدا گفت چراغا رو خاموش کنید، یعنی حالت خلوت پیش بیاد که اینا مدعی و شاکی نشن، من و یعقوب خلوت بکنیم. بعد توی این آیاتم این دفعه هم که یعقوب داره میره مصر و خدا میخواد بهش بشارت بده در مورد همه گالوت ها که نسل های تو را نجات خواهم داد، دوباره گفت که این چراغا و این نورا را خاموش بکنید برای اینکه من میخوام با یعقوب که عاشق منه و منم عاشقشم خلوت بکنم. اونجایی که تو آیه چهارم میگه آنوخی ارد ایمخا میترایما و آنوخی علخا گم آلو، من با تو میام مصر و من تو را از مصر مطمئنن خارج خواهم کرد. علخا یعنی خارج خواهم کرد، گم آلو مطمئنن خارج خواهم کرد. دوباره یعنی چی؟ یعنی که از غربت مصر رو، از همه غربت‌های آینده تو نسل‌هات را نجات خواهم داد. بیمهرا بیامنو. به همین خاطر میگه که توی رویای شب به یعقوب اینا را گفت. تا اینجا رب شلومو کلوگر اینا میگه. هلکه خالیبوب یه چیزی اضافه میکنه، میگه که در مورد شبات مقدس توی آیه گفته شده و خلتیخا نحلت یعقوب آویخا، من اون ارثیه پدرت یعقوب را به تو خواهم داد. روز شبات 24 ساعت شبات با اون چیزایی که اضافه میشه به این ساعت مقدس، هرچه بیشتر بهتر طبق قانون هلاخا ساعت شبات بیشتر باشه. این ساعت شبات نوری که آشکار میشه، این نوریه که فقط تو اون دنیا آشکار میشه، معین علام حبا، برای اینکه حتی شب شبات هم روزه. در مورد شبات واژه شب توی تورا استفاده نشده، همه ایام هفته گفته شده شب شد و روز شد و مثلا یه روز، دو روز، سه روز. روز شبات شب نمیگه در مورد شبات، برای اینکه شبات 24 ساعتش روز و نورانیه. بعد این نورای الهی که آشکار میشه تو روز شبات و شب شبات که همش روزه، همش نورانیه، انگاری که ما را خدا میبره تو اندرون اندرونیش روز شبات، اونجا که فقط
محرم پادشاه میتونه بره و خلوت کنه با پادشاه. یستیرنی به ستر آهالو، اونطور که تو آیه میگه که من پنهان میکنه توی پنهانگاه خیمهش، یعنی تو اندرون اندرونیش. ستر آهالو حروف ابجدش درست میشه شبات، اونجا که دیگه که هیچ کی به جز محرم خدا نمیتونه وارد بشه، روز شبات هر شخص مؤمنی، هر نشامایی که با شبات ارتباط برقرار میکنه تو این حالت قرار میگیره، در خفا و در جای مستور و پنهان خیمگاه خدا، در اندرونی خدا. چرا اینقدر خدا قایم میکنه ما رو تو شبات؟ برای اینکه ملائکه و مدعیان و اینایی که میتونن شاکی بشن به خدا نگن آقا جان اینا کیه آوردی تو اندرونیت؟ اینا کیه ده که داری بهشون این انوار الهی ها که به ما آشکار نمی کنی به این آشکار می کنی؟ اینا اعمالشون این بوده اون بوده. خدا هم همه را بیرون می کنه، میشه خلوت بین ما و خدا روز شبات که اونا شاکی و مدعی نشن. به همین خاطر نویسنده توضیح میده، میگه ممکنه دلیل اینی که شب شبات بعد از این که ما خیر مقدم به ملائکه میکنیم، قبل از این که ضیافت را شروع بکنیم به اونا میگیم به تدخم لشالوم، شما برین، شما نمیتونید اینجا باشین، ما خدا یه کار خصوصی با هم داریم، کل روز شبات ما محرم خداییم، شما نامحرمین. اینه که میگه که نحلت یعقوب آویخا روز شبات، نبی ما میگه که خداوند اون ارثیه یعقوب پدرت را به تو میده. ارثیه یعقوب چی بود؟ اینی که با خدا خلوت کرد در شب، خدا گفت چراغا را خاموش کنید، همه جا را خلوت بکنید، من و یعقوب، هیچ کی به جز من و یعقوب نباید باشه در اندرون اندرونی. بعد هر شخص یهودی هم روز شبات همین حالت ها داره، در اندرون اندرونی خلوت با خدا. ستر آلو، اون جای مستور پنهان اندرونی خیمگاه خدا، درست حروف ابجدش میشه شبات. یعقوب چجوری مزکی شد که این طوری با خدا خلوت بکنه در خفا و در اندرونی و خیمگاه خدا؟ به خاطر این که کل عمرش خصلتش این بود که اعمال نیکش همیشه مستور و پنهان باشه، تا اون جایی که امکان داره کسی خبر نداشته باشه که چقدر تورا میخونه و چقدر میدونه و چه کارهایی میکنه. به همین خاطر خودش را قایم کرد توی بتامیدراش شنوایبر، اونطوری که تو متون میدراشی ما اومده، خودش را قایم کرد از تظاهر و ریا، برای اینکه یعقوب این خیلی عمیق‌تر از اینه، یعقوب خصلتش تیفرته یعنی شکوه، و خصلت یعقوب که شکوه، دنبال شکوه خدای، دنبال عزت و احترام خدای. کسی که اعمال نیکش را به رخ دیگران
میکشه یا در موردشون صحبت میکنه و فخر میفروشه در مورد دانشش و در مورد اعمالش و در مورد اینهاش، این درست برعکس خصلت یعقوبه. یعقوب کل زندگیش این بوده که دنبال شکوه و زیبایی خدا باشه، عزت و احترام خدا، به اون فخر بفروشه، نه به عزت و احترام خودش و علم خودش و اعمال نیک خودش. به همین خاطر، به خاطر اینکه کاراشا تو خفا بین خودش و خدا تا اونجایی که میتونست انجام میداد، خدا گفت این یعقوب اون آدم است که هی با من خلوت میکنه، کاراشا فقط برا من انجام میده، دنبال شکوه و جلال منه، نه شکوه و جلال خودش و اعمالشا بره جار بزنه که دیگران بهش احترام و عزت بذارن. ملو خلاهارت که بودو زرکودش میگه که توی آیه نوشته که همه هستی مالا مال از عزت و احترام خدا. پس وقتی که آدم دنبال احترام و عزت خودشه، کجا این دنیا میخواد جاش بده؟ جا نیست. اگه بخواد به زور جا بده تو این دنیا عزت و احترامشا، خلیل همون چیزیه که تو تلمود نوشته، انگاری که میگه به شخینا میگه برو کنار، من میخوام این عزت و احترام ما اینجا یه جایی جا بکنم. یعقوبی که اینقدر سعی کرد که اعمال نیکش، دانشش، علمش، همه چیزش مستور و پنهان باشه تا اونجایی که در امکانش بود، دنبال شکوه خدا بود، نه اینکه خودش شکوه پیدا بکنه در انظار دیگران، خدا گفت این آدمه هست که باید با من خلوت بهش داده بشه. چراغا رو خاموش کنید، من و یعقوب تنها باید بشیم. حال میرسیم به آیه چهارم که در موردش اشاره‌ای شد، ولی الان ببینیم که آرخای مکادوش در این مورد چی میفرماید. آنوخی ارد ایمخا میترایما و آنوخی علخا گم علو و یوسف یاشیت یادو علینخا، من با تو به مصر خواهم آمد و البته تو را باز میگردانم و یوسف دستش را روی چشمانت خواهد نهاد. اورخای مکادوش یه بحثی ها اینجا عنوان میکنن که جای دیگه هم بهش اشاره کردن، و اون اینه که یه تضادی هست در گفتار عالمان ما تو متون میدراشی. اینجا خدا داره واضحاً به یعقوب میگه که من با تو میام مصر. این هم که بارها گفتیم خدا میگه من میام اونجا، من میرم اونجا و اینا، منظور اینه که خدا همه جا هست، همه جا مالا مال از نور خداه، مصر، آفریقا، جامائیکا، همه جا، هیچ فرقی نمی کنه. اینی که میگه من میام و من میرم و من بالا میرم و من پایین میام، یعنی من نور خودم را اونجا آشکارتر میکنم. خب آقا اینجا میگه که چی؟ شخینا میگه که من با تو میام مصر یعقوب، یعنی من اونجا هم نور خودم را به تو آشکار میکنم، همون حفاظت و همون نور ایمانی که گفتیم شخینا به همراه خودش داره، بجز همه فیض و برکت معنوی و مادی. بعد میگه با تو میام. خب سوال، ما بعدا میبینیم که موشه ربنا علیه و شالوم میگه که ستی تایر وقتی از شهر رفتن بیرون برای دعا میکنم، یا خیلی جا گفته که توی مصر
نبوت نداشت، بعد میرفت بیرون، برای اینکه مصر مالامال از بت و بتپرستی و فساد و گناه بود، اوج نجاست، اوج تومها. خب آقا شخینا تو مصر بود یا نبود؟ نور جلال خدا آشکار بود یا نبود؟ جواب اولی که آره خیمه کدوش میدن اینه که منظور اینی که میگه که من با تو میام مصر، نه اینکه شخینا میاد اونجا خودش آشکار بکنه، منظور اینه که من مصر یا میترایم از واژه متر یعنی تنگنا، یعنی من اون درد و اون مصیبت قربت تو فرزندان تو، اون تنگنا مصر را منم طعمش را میچشم. ایمان و خیبت سارا، همونطور که گفته شده، من در مصیبت با شما هم دردم، درد شما درد من هم هست. نه اینکه شخینای من آشکار بشه توی مصر، منظور اینه که همونطوری که توی میشنا نوشته وقتی که ما سرمون درد میگیره انگاری که سر شخینا درد گرفته، یا میدراش نوشته که مثل یه دوقلویی که اگه یکیشون سر درد بگیره اون یکی حس میکنه، خدا هم همین حالت ها داره، دو قلوه این با هم. خدا هم گفت تو میری مصر، میری تو تنگنا، منم اون را حس میکنم، فرزندانت هم که اونجا هن تنگنای اونها را هم حس میکنم، نه اینکه شخینای من بیاد اونجا آشکار بشه. این یه جوابیه که را خیم میدن. همونطوری که وقتی که به مشه رب نالا و سلام خدا آشکار شد توی اون بوته خاردار آشکار شد که بگه که ببین منم با شما هم تو زجر و درد شما، مثل تیغی که آدم ها بدنش ها زخمی میکنه، ولی خودش ها نور جلال شخینای خودش را توی نجاست مصر آشکار نکرد. طبق این جواب اورخیم کدوش، ولی اورخیم زیاد از این جواب راضی نیستن، برای اینکه میگه اولا تو تلمود نوشته گالون میترائیم شخینا ایماهم، یعنی وقتی که رفتن مصر شخینا هم با اونا رفت مصر. جای دیگه ما میبینیم که نوشته که شخینا بالا سر تخت یعقوب آوینو بود وقتی که کسالت داشت قبل از وفاتش. جای دیگه نوشته که وقتی که یعقوب اومد طبق یه جوابی 69 نفر بودن، بعد آیه میگه 70 تا بودن، بعد میدراش میگه که شخینا هم جز اونا بود، اون نمره 70 کامل کرد. پس ببینیم شخینا اومد دیگه توی مصر، پس حالا چی کار کنیم؟ یه جا میگیم اومد، یه جا میگیم نیومد. پس اگه اومد چرا موشه باید خارج میشد از مصر وقتی میخواست تفیلا بخونه یا نبوت بهش الهام بشه؟ آخه این میگن که باید بدونیم که در مراتب آشکاریت شخینا بسیار مراتب مختلفی هست. مثلا توی پیرکه آوت یا جای دیگه گفته شه که 10 نفر که نشستن و تورا میخونن شخینا با اونهای، بعد میگه تا اگه یکی هم نشسته تورا میخونه شخینا با اونه. بعد میبینیم که قوم ما برای اینکه شخینا آشکار بشه توی بیابون چقدر باید میشکانا با اون جزیاتش و مسائلش بسازن و با اون نیات والای موشه ربنو و بسلل و اینها که شخینا اونجا آشکار بشه. آجا این چه کاری اگه 10 نفر میشینن تورا میخونن یا یکی میشینه تورا بخونه شخینا آشکار میشه؟ چرا بعد اینقدر دیگه مصیبت دید، سختی کشید که آدم میشکم بسازه یا به تمیق داشت بسازه که شخینا آشکار بشه؟ و همین خاطر رخه این مکادوش میگن که اینها قابل مقایسه نیست، اون نور شخینایی که آشکار میشه به خاطر آموزش تورای یک نفر غیر قابل قیاسه
با 10 نفر. حالا اینو تو پرانتز میگم، بلتنی از ربی مقدس خودشون مرزی چه مگید میگن حتی وقتی 10 نفر، اینا تو تلمود گفته که حتی 10 نفر همینطوری هم که نشستن حتی هیچ کاری هم نکنن شخینا آشکار میشه. بعد مرزی چه مگید میگه انقدر قدوسیت شخینا که 10 نفر نشستن زیاده که هیچ فرشته‌ای نمیتونه وارد اون محفل بشه از شدت قدوسیت و نور شخینا. حالا این به کنار، پس میبینیم که شخینایی که آشکار میشه بر یک نفر که داره تورا میخونه کجا؟ تا شخینایی که 10 نفر یا بیشتر، یا شخینایی که توی میشکان آشکار شد غیر قابل مقایسه است. حتی اگه 1000 نفر هم بشینن تورا بخونن به اون درجه نمیرسه، به اون آشکاریت، به اون نور. بعد اورخیم تقریبا 6 مرتبه را عنوان میکنن. مثلا میگن شخینایی که روی هر سینای روی کوه سینا آشکار شد دیگه اوج آشکاریت شخینای. از اون پایین تر تو به تمیق داشت، از اون پایین تر شخینا نور جلالی که به یه نبی و ناوی آشکار می شود. از اون پایین تر توی کنیسا و به تمید راش. از اون پایین تر اگه 10 نفر یه جا دیگه نشستن دارن تورا می خونه. از اون پایین تر از 10 نفر کمتر. پس می بینیم مراتب هست تو قوت و شدت نور جلال شخینا که آشکار میشه. بعد آرخای میگن درسته مصر که منبع نجاست و توم آبود شخینا آشکار شد، ولی همون تون حدی که مثلا بین کسایی که تورا میخونن شخینا آشکار میشه. اینجا هم خدا به یعقوب گفت با اینی که مصر جایگاه بی افتی و بی خدایی و بت‌پرستی و نجاسته، با این حال من شخینام اونجا آشکار میشه، ولی نه به اون شدت و قوتی که مثلا تو بت مقدس و میشکان و یا حتی انبیا. برای که میبینی موشه ربنو خوب بود بره بیرون که نبوت بهش آشکار بشه. بعد میشه یه چیزی ها ممکنه بشه اضافه کرد به این موضوع که آرخای مکادوش میگن اگه جسارت نباشه، و اون اینه که ممکنه به همین دلیل یعقوب آوینو قبل اینکه بره مصر یهودا را پیشواز فرستاد و اونجوری که راشی توضیح میدن که برو که یه بت تلمود یعنی یه بت میدراش اونجا بساز، یعنی جا را باز کن برای شخینا، برای اینکه فقط از راه آموزش تورای که بیشتر اونجا آشکار بشه. دوباره یه چیز بگم تو پرانتز، ربی میپرسن که مگه یوسف اونجا نبود؟ یوسف به تمیدراش نداشت که یهودا بره؟ بعد جالب میگن که مثل دوره اورخیم مکادوش که ما داریم الان توراشون رو یاد میگیریم، تو اون دوره اورخیم بوده و رشش هم بوده، رب شالوم میزراخی شرابی زخوتام یا گنالینو. دیگه بعد از عریزل رشش یکی از بزرگترین مکوبالی معارفان ماه تا موقعی که مشیخ بیاد، اینا هم دوره بودن. بعد به تمیدراش اورخیم مکادوش به تمیدراش تورای آشکار بوده اصلش. درسته شبا بعد از نیمه شب و اینها اسرار تورا رو هم یاد میگرفتن یا یاد میدادن اورخیم مکادوش، ولی رشش اصل تورایی که اونجا بوده اونجا تورای آشکار هم یاد میدادن و یاد میگرفتن، ولی اصلش تورای پنهان بوده. بعد ربی میگن که یوسف الصدیق همونطوری که تو متون میدراشی اومده
یعقوب اسرار تورا را که به دیگر برادران یاد نداد به یوسف یاد داد. بعد یعقوب الان یهودا را فرستاد که برو یه به تمیدراشی باز کن برای آشکار تورا. بعد اینجا را ببینید، پس آرخای مکادو جواب دادن که آخرش چی شد؟ شخینا رفت تو مصر، ولی به اون شدت و قوتی که مثلا یه نبی یا حتی تو به تمیق داشت یا اینا بوده نبوده، همون هول و هوش شخینایی که به کسایی که تورا میخونن و اینها ده نفر و اینها تو اون حالت اومد تو مصر. بعد آرخای میگن که طبق این توضیحات میشه این آیه را، یه سوالی که روی این آیه هست جواب داد. سوال چیه؟ توی آیه را نگاه کنید، میگه که آنوخی ارد این مخا میترایما و آنوخی علخا گم آلو. میگه من با تو میام مصر و من تو را بیرون میارم مطمئنن. چرا اینقدر میگه من؟ اول گفت من. خدا میتونست بگه که من بات میام مصر و من تو رو بیرون میبرم، یعنی من الان دوباره گفتم من، لازم نبود دومیش. من با تو میام مصر رو، از مصر تو رو بیرون میبرم مطمئنن. من دوم چیه؟ برای اینکه آرخای مکادوش میگه که اون منی که آشکار شد وقتی که رفت مصر ضعیف بود در مقایسه با اون منی که از مصر آوردش بیرون و فرزندانش رو از مصر آورد بیرون. اون منی که بردش مصر که آشکار شد اونجا، گفتیم زیاد به قوت و شدت اون نور شخینایی که میتونه آشکار بشه مثل هر سینا یا اینا نبود، کوه سینا و اینا نبود. به همین خاطر خدا میگه که اون منه که بچات از مصر خواهد آورد بیرون، اون منه خیلی فرق داره با اولیه، یعنی نور خدا، نور ذات خدا که آشکار شد تو مصر که اینا را بیاره بیرون، اون نور نبوت بود، اون نوری بود که آخرش شد خدا روی کوه سینا چی گفت دوباره؟ آنوخی ادونای الهخا، منم خدای خالق تو که تو را از مصر آوردم بیرون. یعنی همین آنوخی که الان روی کوه مصر داری میشنوی و میبینی و بید آشکار شد، اون شدت و قوت آنوخی دومی که تو آیه گفته شده، اون بود که از مصر نجاتت داد، نه اولیه که با تو مد مصر. بعد آرخای مکادوش میگن که اینی هم که تو آیه میگه که و آنوخی علخا گم آلو، و من تو را بیرون خواهم آورد مطمئنن. این دوباره تکرار چیه؟ خوب بود بگه و آنوخی علخا، من تو را بیرون میارم. گم آلو چیه؟ گم معمولاً اومده یه چیزی اضافه بکنه و میگه که اگه به خاطر داشته باشید تو کلاس قبل گفتیم یکی از ترس و واهمه یعقوب این بود که من نرم مصر اونجا قبرم بکنن. خدا گفت که ببین تو را میبرم، گمالو هم فرزندانتا میبرم، تو که تو مصر قبر نمیشی، اونا را میبرم. و یه چیز دیگهی که اضافه کرد، گم یعنی همون مبحث هفته پیش که قوم ما رفت مصر برای اینکه توی مصر رشته های نوری که اونجا باید می رفتن و از نجاست مصر نجات می دادن، نیتسوتک دوشا که مفصلا کلاس قبل در موردش صحبت کردیم، اینجا خدا بشارت می ده که تو که میری بیرون، بچه هات هم میرن بیرون، یه چیزای اضافه هم، یعنی اون رشته های نور هم باشون میره بیرون، ارتقا پیدا میکنه.
زیر شیمشون رب شمشون خیم بر رب نخمان میخایل נחמני זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל. מיגן כי איני כי מיגה כי מן בתו מיה מצר. خدا میخواد بشارت بده به יעקב که حتی اگه اسرائیل ها و مکانی که اونجا هستن تامه هست، یعقوب نترس، من میام با تو اونجا، با اونا هم خواهم بود. بعد اینی که میگه که من تو را بیرون خواهم آورد و همچنین منظورش فرزندان تو از مصره، و میگه که بیرون میارم و مطمئنم بیرون میارم. این تکرار مکررات چیه؟ یه تلمودیه که زرع شمشون بهش اشاره میکنه. سالیان قبل یه بحث مفصلی داشتیم در مورد این بحث مورد علاقه خیلیا و اون جادو و جنبله که من متاسفانه هیچ در موردش اطلاعاتی ندارم. با این حال یه چیزایی هست تو تلمود گفته شده. بعد تو تلمود مسخت خولین خلاصه مطلب اینه که کسی که مقرب خدا باشه، محو در وحدانیت خدا باشه، این عد می لود و نه جادو و نه جنبل و نه این مسائل میتونه برش تأثیری داشته باشه. ولی اگه خدای نکرده نباشه، بعد باید خدا بهش رحم بکنه. حالا جادو و جنبل چیه گفتم من نمیدونم و هیچی در موردش نمیدونم، چیه، کدومش حقیقت داره نداره، ولی حتما که همچین چیزی هست. ولی بعضی موقع بعضیاش خیالات انسان هاست، نه اینکه کلیت این موضوع خیالات خلیلا، ولی بعضی موقع وسواس فکری میشه و شک و مسائلیه که انسان تو تخیلات خودش میسازه که این کسی اینطوری منو بس و باز کرد و نمیدونم بگیر و به بندایی که میشه. با این حال چیزی که واضحه، کسی که وصل به وحدانیت خدای ذهنن و قلبن، تو عالم وحدانیت خدا هیچ قدرتی نمیتونه برادم تسلط پیدا کنه. افیلو کیشوفین، حتی جادو و جنبل رو بگیر و ببند. اگه نه باید خدا رحم بکنه ایشالله. بعد اینجا خدا به یعقوب میگه که مصر، که همونطوری که تو متون میدراشی ما گفته شده که اینقدر جادو و جنبل بوده که یهودی‌ها نتونن خارج بشن، مصر هر چی چیز بد و هر چی فساد و هر چی که نباید باشه تو مصر بوده. بعد اینجا یعقوب میگه آقا جان اینا اگه بچهای من اونجا رفتن و اون مرتبه معنوی تقرب به وحدانیت خدا رو نداشتن یا از جنبه اعمالشون خدایا پیش تو آبرو نداشتن، اونا اوضاع احوالشون چی میشه؟ بعد خدا بشارت میده به یعقوب، میگه شخینای من اونجاه، اگه که لیاقتشو خودشون داشتن، یعنی وصل بودن تو وحدانیت خدا، وصل به وحدانیت خدا باید در اعمال و در اخلاق و در احساس و در افکار و در گفتارم باشه. اگه اوضاعشون اونطوری بود، این اولین علخا، یعنی بیرونت میارم یا بیرونشون میارم، اگه هم که نبود دل قرار دار گم آلو، من خودم رحمشون میکنم و میارمشون بیرون. الشیخ اکادوش میگن که حقیقتا یه سوالی ها مطرح میکنن،
میگن چه عجب یعقوب خوب بره مصر. خب یعقوب چرا مثل اسحاق؟ اسحاق هم وقتی به دنیا اومد، از موقعی که به دنیا اومد گالوت مصر حساب شد به پاش. خب یعقوب هم خوب بود، تا آخر عمر تو سرزمین مقدس میموند، حساب که دیگه باز شده بود. چرا یعقوب اونه بلای باید بره مصر؟ میگه اینه که آیه اومده جواب بده. میگه که خدا به یعقوب میگه آنوخی ارد این مخا میترایما، یعنی اگه میخوای من با بچهات برم مصر، شخینا میگه تو هم باید بیای، برای اینکه من با کسی میرم تو مصر که مرکاوای من بوده، عرابه من بوده. در مورد عرابه خدا بودن تو کلاسای تنیا و خیلی کلاسای دیگه مفصلا توضیح دادیم، یعنی فلا و محو در نور شخینا باید باشه، تو احساسش، تو اخلاقش، تو منشش، تو لذاتش، تو گفتارش، تو اعمالش، تو مالش، مثل عرابه‌ای که زیر دست رانندش میشه و هر جایی که راننده بره عرابه هم میره. عرابه دیگه از خودش هیچ اراده‌ای نداره. آوتا که دوشیم ابراهام ایتسخاق و یعقوب مرکاوای شخینا بودن، عرابه خدا بودن. بعد اینه که الشیخ اکادوش میگن که خدا به یعقوب گفت درسته تو به اگه بخوای بمونی تو مصر بچهات برن، عرابه‌ای مثل تو من ندارم که شخینام نور جلالش همیشه باشه. تو برو مصر، منم با تو میام، برای اینکه تو عرابه منی. بعد الشیخ میگه اینی که یعقوب رفت و شخینا هم با یعقوب رفت، این خیلی مهمه. اینی که گفتم که خیلی مهمه که آدم توی قربت شخینا باش باشه، این باعث شد که یهودیایی که رفتن مصر، این شخینا نجاتشون داد که کاملا فرو نرن تو نجاست و بی خدایی مصر، فساد مصر. به همین خاطر الشیخ میگه یه میدراشی هست که اسمشون رو عوض نکردن، زبونشون رو عوض نکردن، بت‌پرستی نکردن و بی عفتی نکردن. مدراشای مختلفی هست در مورد این چهار مسئله. بعضی جا نوشته که لاشون هارا حرف نزدن، با این که در موردم میشه بحث کرد. با این حال هرچی بود، چی شد که باعث شد که حداقل این چیزها رو، این کارا رو اینا نگه دارن، بی عفتی نکنن؟ شخینایی که با یعقوب اومد و دنبال این نسل های یعقوب هم تو مصر موند. برگردیم سر اول مبحثمون از مش خخما. گفتیم مش خخما گفت که اگه مایی که تو قربت به دنیا اومدیم و به تمیقداش ندیدیم و اینها، ما هم میخواییم که شخینا که معنویت و انسانیت و فیض و برکت و ایمان و همه حفاظت انسان از همه بلا و دشمنان نور شخیناه، بعد وصل کنیم خودمونا به قدما، به ابراهام، یتسخاق، یعقوب، صدیکیم، تناییم، امراییم، به مادران مقدس ما، رسم و رسوم اونها، اسمهای اونها، نجابت اونها، پوشش اونها. اون وقت شخینا هم میاد با ما. بعد الشیخ اکادوش میگن که یعقوب به خدا گفت که خب خدا جون بسیار عالی، من میام. ما که قبلنا گفتیم خدا ببخشه، این آبو تکدوشیم تاکسی شخصی دربست خدا بودن،
باشه من میام. خب من مردم چی؟ اینه که خدا بهش بشارت میده و میگه که دو بار میگه من تو را بیرون میارم، یعنی که حتی وقتی که تو مردی و رفتی و قبر شدی تو سرزمین مقدس، گم آلو من با بچهات میمونم و اونا را هم بعد میارم بیرون. و ختم کلام از اور شیوت ایامیم ربن و اسرائیل بن ربیلیزر و سارا بر شمت و کادوش زخوتو یاگن علینو و علیخم و الکل اسرائیل بر شمت و کادوش دگل مخنه فرایم نوه نورانی ایشون از پدر بزرگش میاره که اینی که میگه که آیه و آنوخی ارد ایمخا میترایما و آنوخی علخا گم آلو من با تو میام توی مصر، من میام بیرون. بر شم تو وکادوش میگه که آنوخی اشاره است به شخینا، نور جلال شخینا، این نوری که گفتم که توی قلب ما ایمانا نگه داشته و جسم ما را مال ما را میونه این همه دشمن نگه داشته. معجزات 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 خدا در هر لحظه، بازم هی میگم و میگم، بازم خواهم گفت این معجزاتی که من نمیگم اینا یعوت گفته رب یعقوبم دین، این معجزاتی که ما هر لحظه زنده هستیم و فقط به خاطر نور شخیناه، از تمام معجزاتی که در تمام دوران شده، از یتیات میترایم، خروج مصر و ده ضربت و شکافتن دریا، همه اینها عظیم تره. گفتم برای هر یکی میلیون میلیون دشمن هست. البته دوباره میگم بلا نسبت ایران. بعد میگه که شخینا مثل یه نردبونه که سرش رو زمینه، یه سرش تو هواه. بعد آدم باید بچسبه به این نردبون، مخصوصا تو غربت، برای اینکه مثل مثالیه که زار اکادوش گفته که وقتی یکی میره توی چاه باید با خودش یه نردبون ببره که بره پایین، بعد بیاد بتونه بیاد بالا. ما هم الان تو چاهیم، اومدیم تو چاه، نردبون بالا رفتن ما هم شخیناه، نور شخیناه. نور شخینا هم دوروبر کی میپلکه؟ کسی که وصل میشه به نور تورا و مخصوصا نور شبات و مخصوصا دوری میکنه از هر نوع بی‌عفتی و علل خصوص در پوشش زنها و همچنین مردها. و بر میگردیم سر اون موضوعی که گفتیم که روز شبات، که همون کل شبات روز خونده شده، حتی شب شبات اون اوج اوج آشکاریت نور شخیناه. تازه نور شخینایی که گفتیم به ستر و علو، یعنی در اندرون اندرونی، اون جایی که خدا به ملائکه میگه برین بیرون، ما هم شب شبات به ملائکه میگیم برین بیرون، برای اینکه من و خدا با هم در خلوتیم. و این از کی برس بردیم؟ از یعقوب آوینو نخلت یعقوب آویخا. یعقوب آوینو چرا اینا برس برد؟ برای اینکه کل زندگیش این بود که هر کار خوب و خیری که میکنه و هر چی میدونه و اینا، تا اونجایی که میتونه پنهانش بکنه، مستور و پنهان بمونه، بین خودش و خدا بمونه. خدا هم گفت بین تو و من، پس بین من و تو، منم با تو خلوت میکنم. چراغا رو خاموش کنید، خدا و یعقوب آوینو میخوان خلوت بکنن، که این حالت روز شباته. شبات شالوم و مبارک.